اهواز، اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد. اعتصاب رانندگان در مشهد و شاپور اصفهان. لس آنجلس تایمز: دستگیر شدگان در آمریکا مأموران وزارت اطلاعات ایران بودند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در اعتصاب به سر میبرند روز شنبه دست به تظاهرات زدند. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود شعار میدادند کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است. امروز شنبه سوم شهریور ماه 97 اعتصاب کامیونتداران با غیرت مشهدی نسبت به پایین بودن کرایه ها و گرون شدن لوازم یدکی ماشین. همینجور که نگاه میکنین دنیای ماشینه. از بامداد امروز شنبه اعتصاب رانندگان کامیون در مشهد و شاپور اصفهان و برخی دیگر از شهرها شروع شد. سلام، امروز سوم شهریور شنبه هم جلوی درب پایانه شاپور جدید که ماشینا به نشونه اعتراض، الان ببینید که چجوری پارک کردن. این اعتصاب بر اساس فراخوان قبلی و در اعتراض به گرانی لوازم یدکی، اخاذی رژیم و پایین بودن کرایه ها صورت می گیرد. اعتراض نه فقط به کم بودن حقوق و بالا رفتن قیمت لوازم ماشیناشونه، میبینید الان دیگه تمام خیابون رو گرفتن، فقط یه لاینه اونم با بدبختی میتونن مردم عبور و مرور کنن. یه طرف خیابون هم نیست، هم این طرف خیابونه و هم این طرف خیابون. میبینید هر دو طرف پارک کردن. انشالله که این فیلم برسه به دست کسایی که حداقل بتونن پیگیری کنن، هم درب پایانه همین کبیر. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. لس آنجلس تایمز درباره بازداشت دو جاسوس رژیم ایران در آمریکا نوشت: شورای ملی مقاومت ایران که در عملیات جاسوسی در آمریکا هدف بوده، طی بیانیه‌ای دستگیر شدگان را مأموران وزارت اطلاعات خواند و گفت: مقاومت ایران یک بار دیگر ضرورت پیگرد و اخراج تمامی مأموران وزارت اطلاعات و نیروی قدس رژیم ایران را تکرار می‌کند. این مأموران به دنبال توطئه در آمریکا و اروپا هستند. وال استریت ژورنال نوشت: بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی جهان روی رژیم ایران متمرکز می‌شوند و شبکه‌های اینترنتی خود را از اقدامات سایبری خصمانه به قصد ترویج اطلاعات دروغ پاکسازی می‌کنند. کارشناسان امنیتی رژیم ایران را به حملات پیچیده نرم‌افزارهای مخرب و نفوذ به سیستم‌های حساس کامپیوتری آمریکا و متحدانش مرتبط کردند. برایان هوک، هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا برای اقدام علیه رژیم ایران، در بیانیه‌ای گفت: کمک‌های خارجی از جانب مالیات دهندگان اروپایی به آخوندها به معنی پول بیشتر برای انجام عملیات تروریستی در هر کشور اروپایی است. وی افزود: مردم ایران به دلیل فساد دولتی و سرمایه‌گذاری اساسی این دولت در تروریسم با فشارهای اقتصادی مواجه هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا بهتر است برای پایان دادن به تهدیدهای رژیم ایران با یکدیگر همکاری کنند. مقام‌های آمریکایی که روی تحریم‌ها علیه رژیم ایران فعالیت می‌کنند به واشنگتن فری بیکن گفتند به بانک‌های آمریکایی مانند جی پی مورگان و سیتی بانک هشدار داده شده است اگر آنها گام‌هایی برای قطع دسترسی رژیم ایران به سویفت و سایر شبکه‌های مالی برندارند، از تحریم‌ها مستثنا نخواهند بود. این مقام‌ها می‌گویند هر شرکت و بانکی در هر کجای جهان که تحریم‌های رژیم ایران را تضعیف کند با میلیاردها دلار جریمه روبرو خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم هیچ شرکت بین‌المللی که در نیویورک مقر دارد از تحریم رژیم ایران بگریزد. این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.